درود، در ایندیپندنت فارسی همراه شما هستیم و گفتگو داریم با جناب آقای دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی. خیلی خوش آمدید به این گفتگو. سپاسگزار از شما. سه روز پس از حملات ارتش آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه، 7 عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در حمله پهپادی به پایگاه العمر آمریکا در دیلوزور کشته شدند. جناب آقای تقی‌زاده، آیا شرایط در خاورمیانه داره از کنترل خارج میشه یا آیا باید منتظر رویارویی نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا باشیم به نظر شما؟ ظاهرا آمریکا به دیپلماسی خودش در خاورمیانه حالا برای نخستین بار دندان داده و همزمان با آمدن وزیر خارجهش برای ششمین بار بعد از شروع جنگ غزه به منطقه، اقدامات نظامی آمریکا هم در منطقه عملی شده. حمله کردن به گروه‌هایی که حالا گفتن مورد پشتیبانی ایران ترجیبند اخبار شده که دولت آمریکا منتشر میکنه علیه این گروه‌ها، نه تنها در دریای سرخ و علیه حوثی‌ها، بلکه علیه نیروهای نیابتی در سوریه و عراق. ولی همزمان وقتی حتی مقایسه میکنیم 80 یا 85 حمله مورد اشاره آمریکا رو علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، می‌بینیم در مقابل 160 بار نیروهای نیابتی تهران علیه آمریکا در منطقه اقدام کردند. در حقیقت اگر هدف آمریکا بازدارندگی است، اگر هدف آمریکا محدود کردن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و پیش بردن بقیه دیپلماسیش در منطقه است و رسیدن به اهداف، آمریکا در شرایط کنونی از این اهداف بسیار بسیار عقب و باید نگاه دیگری داشته باشه به نحوه مناسبات با منطقه و دکترینی که در این زمینه تدوین کرده. آنتونی بلینکن اما برای بار پنجم داره سفر میکنه به منطقه. به نظر شما آیا یک آتش‌بس هرچند موقت میان حماس و اسرائیل باعث این خواهد شد که تنش‌ها در منطقه مقداری کاهش پیدا بکنه؟ این البته یکی از هدف‌های دیپلماسی آمریکاست، یکی از بخش‌های سگانه اصلی دکترین دولت بایدن. اونها می‌خوان که در غزه یک آتش‌بس ماندگار شکل بگیره، گام‌هایی در جهت اعلام موجودیت یک دولت غیر نظامی فلسطینی در منطقه فراهم بشه و البته دیپلماسی‌ای که آمریکا در پیش گرفته، عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل رو هم در پیش داره. ولی میبینیم نه تنها در بخش اول، یعنی محدود کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، پیشرفتی صورت نگرفته. آتش‌بس در غزه دور از دسترس و طبیعتاً اعلام موجودیت یک دولت غیر نظامی فلسطینی که یکی از شرطهای عربستان سعودی برای عادی کردن مناسبات با اسرائیل، اون هم دور از دسترس به نظر میرسه و آمریکا تا به حال نتونسته حتی علیه دولت اسرائیل فشارهایی رو اعمال بکنه که دولت تل آویو رو وادار بکنه به همکاری و همراهی بیشتری. در شرایط کنونی دیپلماسی آمریکا نه تنها دندانی که به کار گرفته کارآمد نیست، در ارتباط با دوستان خودش هم با مشکل روبروست. این به هر حال یک واقعیته که اگر شما بخواید تروریست ها رو، گروه هایی که جنگ های نیابتی انجام میدن، در دامنه محدود بکنید و همچنان سرچشمه رو فراموش بکنید، به نتیجه روشن نمیرسید. جمهوری اسلامی یکی از منابع تغذیه این جنگ هاست و یکی از منابع تشدید وضعیت بحرانی و آمریکا همچنان اصرار میکنه که قصد رویارویی با جمهوری اسلامی رو نداره. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون.